تست MBTI یا تست شخصیت شناسی که ریشه در تئوری‌های یونگ داشته، تستی که این روزها خیلی خیلی توی مردممون، توی صحبت‌ها، توی معاشرت‌ها مطرح شده. خیلی ها دارند این تست رو بررسی می‌کنند، از همدیگه می‌پرسند، خودشون این تست شخصیت شناسی رو می‌زنند و داره خیلی صحبت میشه و خیلی خیلی مهم شده. اینجا میخوایم راجع به این تست صحبت کنیم و از این دست تست ها که ببینیم اینا کاربردشون چیه، اصلا چه اهمیتی داره و چرا باید اینو دنبال کنیم. دوستان عزیز سلام، خیلی خوشحالم که اینجا تو این ویدیو تو این کانال در خدمتتونم. این ویدیو در مورد بحث تست MBTI، تست شخصیت شناسی، تستی که اول از همه برای خودشناسی نیازه که من خودم رو یه خورده بهتر بشناسم. حتما تا آخر ویدیو همراه من باشید. مطمئن باشید که صحبتایی که تو این ویدیو میخوام بکنم و عموما تو قالب ویدیوهامون صحبتایی که جایی بیان نمیشه، کاری با درست و غلط بودنش ندارم، ولی موضوعاتیه که خیلی جاها بررسیش نکردند، تحلیلی نکردند و این موضوعات بیان نشده. در مورد بحث تست MBTI یه چیزی که خیلی خیلی رایج شده بین مردممون، تستیه که خیلی ساله اصلا وجود داره، توسط یه گروهی شکل گرفتش که با توجه به تئوری‌ها و نظریه‌های یونگ در مورد بحث شخصیت اومدند و به این تست رسیدند. از نظر این که ما بخوایم بررسی کنیم بگیم MBTI چجوریه و اینکه چقدر درسته چقدر غلطه، من اول از همه باید اینجا یه سری موضوعاتی رو بیان کنم. صحبت هامو با یه مثال شروع میکنم، با یه مثالی که شاید یه مقدار بهتر قابل درک تر باشه. ببینید، ما توی بحث نوشتن، توی بحث داستان نویسی، نمایشنامه نویسی و فیلمنامه نویسی، توی بحث شخصیت، وقتی که میخوایم شخصیتی رو توی داستانمون بسازیم، میایم براش مجموعه ای از ویژگی ها و صفات رو تعریف میکنیم. این موضوع که من الان به این شکل راحت دارم بیانش میکنم بسیار بسیار موضوع پیچیده‌ای توی نوشتنه که عموماً اکثر آدم‌هایی هم که توی بحث ادبیات یا حالا داستان نویسی، نمایشنامه نویسی، فیلمنامه نویسی فعالیت میکنند ضعف دارن داخل ایران. ایرانی ها امروز منظورم ها تو این چند دهه اخیر به شدت ضعف دارن. برای همینه که ما شخصیت های جالبی نداریم، شخصیت هایی نداریم که انقدر محبوب بشن، انقدر دوست داشتنی بشن که از اینها چجوری بگم بین مردم استفاده بشه، این شخصیت ها به یاد ماندنی بشن، شخصیت هایی بشن که ما مدام باهاشون زندگی کنیم و پیش بریم. یه زمان ما توی بحث شاهنامه داشتیم، خب ما توی شاهنامه میگیم رستم، میگیم سهراب، وقتی از اینها اسم میبریم یعنی اینکه شخصیت ها به طوری پرداخت شده بودند توسط نویسنده که این شخصیت ها به یاد ماندنی میشن. چرا به یاد ماندنی میشن؟ چون شخصیت های قوی هند از نظر ویژگی هایی که دارند، از نظر اون صفاتی که دارند. و همینطور این موضوع رو شما به این شکل نگاه کنید که ما توی زندگی عادی، من حالا با این مثال بحثم رو شروع کردم ولی بیایم اینجا، ما توی زندگی عادی هم با آدم‌هایی روبرویم، یعنی عموم آدم‌هایی که می‌بینیم و باشون روبرویم، هر آدمی مجموعه‌ای از صفات روانی، ویژگی‌های روانی و صفات فیزیکی. صفات فیزیکی میشه اون ظاهر و شخصیت آدم‌ها که خب طبیعتاً خودت میدونی و دیدی دیگه. مثلا یک آدمی میگیم چاقه، یک آدمی لاغره، یک آدمی قد بلنده، یک آدمی قد کوتاه، یک آدمی ریش داره، یک آدمی تحریش داره، یه آدمی بدون ریش و سیبیله، یه آدمی سرش خالیه، کچله، یه آدمی پرموه. اینا میشه صفات فیزیکی آدم ها که هر آدمی داره. توی بحث صفات روانی، ویژگی های روانی،
و ویژگی های شخصیتی اینجا اونجاییه که به شدت مهم میشه. چرا که ما حالا کار داریم با مجموعه از صفات که هر آدمی داره. مثلا میگیم که شخصی هستش که خیلی پشت کار داره، شخصی هستش که حسوده، شخصی هستش که خیلی به تفریح و استراحت اهمیت میده، شخصی هستش که قدرتمنده، شخص دیگری هست ضعیفه، شخص دیگری ترسوه، حالا و و و همینطوری میشه گفت. مجموعه از صفاتی که خودت تو الان داره توی ذهنت مرور میشه. اینها صفاتی هستن که هر انسانی داره. من قبل تر توی بحث شخصیت شناسی توی ویدیوهای قدیمیمون هستش، اگر دوستشی حتما ببینشون، اونجا این موضوع رو بیان کردم. تو بحث شخصیت شناسی ما دنبال صفات بد و خوب نیستیم، یعنی اصلا ما آدم ها رو و صفات رو نباید به شکل بد یا به شکل خوب ببینیم، بگیم مثلا این قویه یا بگیم مثلا این آدم مصممه و چون مصممه و صفت خیلی خوبیه. نه، همین مصممیه میتونه جایی خیلی صفت بدی باشه یا میتونه جایی خیلی صفت خوبی باشه. یعنی اصلا خوب و بدی وجود نداره، صفات آدم هاست، ویژگی آدم هاست. حالا چی شد که من این صحبت ها رو کردم؟ چه من چه تویی که داری این ویدیو رو میبینی مجموعی از این صفاتیم. میخوایم خودمون رو بشناسیم، میخوایم ببینیم که خودمون چه ویژگی هایی داریم، چه روحیاتی داریم، چه اخلاقیاتی داریم، چه چیزهای خوشحالمون میکنه، چه چیزهای ناراحتمون میکنه، تو چه موقعیتی باید قرار بگیریم، تو چه موقعیتی نباید قرار بگیریم و و مسائل اینچنینی که نیازه باید بدونیم، باید این بحث خودشناسی رو داشته باشیم که بتونیم بهتر، راحتتر و شیرین‌تر زندگی کنیم توی این زندگی که خیلی حالا برای هممون خوشایند و شاد کننده و چیز نیستش و باید خودمون اینو بسازیمش. یعنی یه بعد این موضوع اینه که من نیازمنده اینم که به یک خودشناسی برسم. خودشناسی به شکلیه که خب من خودمو بشناسم، بدونم چجوری بهتره، چجوری خوبه، چجوری برم جلو، چه مسیری رو پیش برم، چگونه زندگی کنم و چی کار کنم. پس میرم سراغ این که جدای بحث مطالعه و سواد و آگاهی و تحقیقی که ما باید هر روز داشته باشیم، چه تو بحث خودشناسی، چه تو بحث جهانبینیمون، چه تو بحث آگاهیمون و چه تو بحث سوادی که باید توی کار خودمون داشته باشیم، میریم سراغ یک سری تست ها. میریم سراغ این تست ها، آزمون هایی که خب ما این تست ها رو میزنیم که ببینیم پاسخ چی میشه، ببینیم که پاسخ چه کارکتری در میاد، با چه ویژگی هایی، و بیایم اینو مطالعه کنیم، مرورش کنیم که خودمونو بهتر شاید بشناسیم. یه بعد قضیه اینجا بحث بس خودشناسیه که هر کدوم ما نیازمند این هستیم که بریم سراغ از این دست تست ها و میریم مثلا تست MBTI رو انتخاب بکنیم، چیزی که موضوع صحبت ما هست دقیقا تو این ویدیو. میرم انتخاب میکنم، من نوعی میگم که میخوام این تست MBTI رو بزنم، میرم حالا مجموعه از سوالات 60 تا 70 تا سواله، این سوالات رو جواب میدم و بعدش این که حالا چگونه جواب بدم، چجوری پیش برم و توی ویدیوی بعدی حتما راجبش صحبت میکنم، طی همین یکی دو روز آینده داخل کانال آپلود میشه و میتونید بیاید ببینیدش. اونجا راجع به موضوع صحبت کنم که چگونه حالا تست رو ما اصلا پاسخ بدیم، اون پرسشنامه ها رو پاسخ بدیم که بهتر و نتیجه بهتری بتونیم بگیریم، یعنی نزدیکتر به اون چیزی که خودمون هستیم در بیاییم. اینو حتما تو ویدیو بعدی هستش، بیایید و ببینیدش، خوشحالم میکنید. ولی موضوعی که اینجا هستش این که خب پس یه بعدش این بحث خودشناسی هست، ولی موضوع من و اصلا دغدغه من برای تولید این ویدیو این بحث خودشناسی نبود، این جای خود. موضوعی که هستش این که ماها باید جدای این که خودمون رو بشناسیم، بهتر بشناسیم، بهتر بدونیم چه ویژگی هایی داریم، چه کارکتری داریم، باید دیگران رو بشناسیم. اینجا اون جاییه که بهت گفتم که خیلی جاها، خیلی فضاها اصلا در راجع به این موضوع اصلا صحبتی نشده و نمیتونی پیدا کنی. شاید یه خورده نگاه هم نگاه عجیبی باشه، ولی از این دست تست ها به درد این میخوره که ما دیگران رو بهتر بشناسیم.
حالا چرا باید دیگران رو بهتر بشناسیم؟ برای روابطی که داریم. حالا روابط ما میخواد منوط بشه به بحث مثلا رابطه پارتنری، یا میخواد اصلا منوط بشه به بحث همکاری، کار کردن، رفاقت، خانواده. تک تک این قسمت و تک تک این معاشرت هایی که ما داریم نیازمند اینه که ما آدم های مقابلمون رو بشناسیم. وقتی که میشناسیمشون میدونیم چه چیزهایی خوشحالشون میکنه، میدونیم چه چیزهایی براشون بهتره، میدونیم تو چه موقعیتی اگر قرار بگیرند بیشترین بازدهی خواهند داشت، میدونیم تو چه موقعیتی قرار بگیرند اصلا حالشون، شرایطشون، روزگارشون، همه چیزشون به هم میریزه. وقتی تک تک اینها رو بدونیم، بذار اینجا من یه پرانتز بگم، من یه جایی من عموما میپرسم از آدم ها که مثلا، حالا میگم خیلی سالم هست که من این تست رو دنبالش کردم و چیز کردم و اینها، صحبت دیروز و امروز نیستش، ولی متاسفانه، حالا متاسفانه یا خوشبختانه، یه خورده دیر کلن مد شدش الان توی جامعه. عموما من از آدم ها میپرسم، حالا آدم هایی که برام اهمیت دارند، آدم هایی که باشون در ارتباط هستم، انتخاب کردم که باشون در ارتباط باشم، ازشون میپرسم، میگم که تو اگر این تست رو زدی کارکتر چیه؟ و اون چهار حرفی که یه چهار حرفی بهت MBTI میده، میگم اون چیه؟ و حالا با توجه به اینکه یه کتابی هم هستش، کتاب کلن روش و همین توضیحات کامل تست MBTI، حالا اون کتاب و مقالات و مطالبی که من خوندم و میشناسم، میدونم حالا هر کدوم از این حرفا در بیاد مثلا چه ویژگی‌هایی داره، چه چیزهایی هستش، چگونه است و این کارکتر مثلا چه کارکتریه، اون یکی کارکتر چه کارکتریه، میپرسم و برام خیلی اهمیت داره که بدونم چی اند، بدونم هر آدمی که من باهاش در ارتباطم، داریم معاشرت میکنیم، چه ویژگی‌هایی داره. اینطوری بهتر میتونم یک رابطه سالم‌تر داشته باشم، میتونم یه رابطه‌ای داشته باشم که دوچار اختلال نشه، دوچار این نشه که هی کدورت به وجود بیاد، هی ناراحتی به وجود بیاد، هی مسائل مختلف، هی درگیری به وجود بیاد، هی کار پیش نره. حتی تو همکاریام، توی دوستانی که با هم همکاری داریم، کار میکنیم، جلو میریم، همیشه میگم این سوالو میپرسم و برام خیلی اهمیت داره، چون موضوع این نیستش که من بپرسم که بخوام خودمو ارائه بدم، بگم من چه کاراکتریم. متاسفانه یکی از اون مشکلات خیلی خیلی بزرگ جامعه ما، مردم ما، خودخواهیشونه و این خودخواهیشون به شکلیه که یعنی حتی خودخواهیم خودخواهی درستی نیست، خودخواهی به این شکلی که فقط تا نوک بینیشون رو میبینن. یعنی اگر که به نظر من افراد، آدم ها میخوان خودخواه هم باشند، باید به شکلی خودخواه باشند که تو همین موضوع که من دارم میگم که مثلا من نوعی باید بدونم اطرافیانم، همکارام، دوستام، آشناهام چه کارکتری هن، چه تایپی دارن توی اون بحث MBTI تا بهتر بشناسمشون، این هم خودش یک جور خودخواهیه. ولی این خودخواهی به شکلیه که من میگم میخوام رابطه بهتری با آدم ها داشته باشم، با اون دایره آدم ها. وقتی میخوام رابطه بهتری داشته باشم پس میشناسمشون. وقتی که میشناسمشون میدونم نقاط ضعفشون چیه، میدونم نقاط قوتشون چیه، میدونم اگر تو چه موقعیتی اینها قرار بگیرن خوشحالن، تو چه موقعیتی قرار بگیرن ناراحتن و و و مسائل دیگه. این هم یک جور خودخواهیه که من دارم میگم، ولی به شکلی که این خودخواهی نیازمند توجه به دیگران هم هستش. ولی متاسفانه میگم مردم ما خودخواهیشون به شکلی تا نوک دماغشون رو فقط میبینن، فقط تا این نوک رو میبینن، میگه من فقط من مهمم، هر جا میرسه من تایپ شخصیتم اینه، مثلا من فلانم، من اینجوریم، من این من ها رابطه ها رو به فنا داده، رابطه ها کاملا به فنا رفته. من توی این ویدیو نمیخوام راجع به این موضوع صحبت کنم، ولی حتما دو سه تا ویدیو آینده راجع به این موضوع مفصل صحبت میکنم که بزرگترین مسئله حتی توی رابطه های با پارتنرا، دوست پسر، دوست دختر، همسر، این رابطه های پارتنری، بزرگترین ایراد، بزرگترین مسئله از جایی شروع میشه، از همون نقطه ابتدایی، از اون جایی که دو تا شخص میرن داخل مثلا یه کافه، یه رستوران، یک جایی میشینن کنار هم دیگه،
اصلا قرارشونه، به اصطلاح حالا جدید میگن که دیتشونه. خب این دیته میشینن جلو هم دیگه، این شروع میکنه از خودش میگه من اینجوریم، من عاشق فلان چیزم، من فلان چیزو دوست دارم، من عاشق سفرم، من اون کارو میکنم، من مثلا 45 دقیقه یه ساعت دو ساعت دارن هم دیگه رو میبینن، این داره میگه من اونم داره میگه من، هیچ کدومشون هم گوش نمیده اون یکی داره چی میگه، گوش هیچی نمیده که اون چی داره میگه، اصلا اون چی دوست داره. من اگر بدونم پارتنرم چه چیزهایی دوست داره خیلی بهتر میتونم ارتباط باهاش برقرار کنم، میتونم ارتباط سالمتر، تمیزتر، بهتری برقرار کنم، تا اینکه مدام بشینم و بگم من اینجوریم، من اگر فنجون قهوه اینجا نباشه ناراحت میشم، من اونجوری میشم، من خب این میشه نتیجهش، میشه این شکل از روابط که انقدر فاجعه است تو ایران، انقدر فاجعه است. اگر باهوش باشی حتی توی اینطور مسائل، توی اینطور موقعیت ها میشینی گوش میدی طرف مقابل تو کشف کنی، ببینی اون چی دوست داره، ببینی اون چی میخواد، ببینی اون چه ویژگی هایی داره، چه صفاتی داره، دنبال این میگردی. نه من که من بخوام از خودم تعریف کنم، من این ویژگی ها دارم، من اینو دوست دارم، از این بدم میاد، از این خوشحال میشم، از این فلان میشم. خب اینو که اون شخص باید کشفش کنه، اون خودش باید کشف کنه. ولی ماها میگم متاسفانه دقیقا تو میگم بحث روابط هم حتی من حتی تو ویدیوهای بعدی در موردش صحبت کنم، مفصلم یه ویدیو راجع به این موضوع خواهیم ساخت، چون که خیلی موضوع مهمیه. و متاسفانه همه فقط میشینم میگم من اینجوریم، من از این رنگ خوشم میاد، من از این غذا خوشم میاد، من از این شکل زندگی خوشم میاد، من. خب نتیجه شده این چیزی که ما داریم میبینیم که رابطه ها دوام نداره، حتی اگر دوام هم داشته باشه با شکایت و ناراحتی و اصلا ویرانه، همه چیش نابوده. حالا حتما راجع به این ویدیو، راجع به این موضوع هم یه ویدیو میسازیم و صحبت میکنم. بگم تست MBTI، پس تست MBTI به چه دردی میخوره؟ به این درد میخوره اول از همه من برم تو بحث خودشناسی خودم رو بشناسم، برم اون تست رو بزنم ببینم من چه کارکتری دارم، ببینم من چه ویژگی هایی دارم، ببینم من خودم رو بهتر بشناسم که بتونم مسیر بهتری واسه زندگی خودم بسازم، بتونم برای خودم بهتر جلو برم. یادت باشه یه چیزی رو اینجا توی بحث همین حالا بعد اولش که دارم میگم که بحث خودشناسی است، یادت باشه یه چیزی رو، این خیلی چیز بدیه که مثلا تو یک آدم برونگرایی بعد توی موقعیتی قرار گرفتی تو زندگی حالا بر حسب شرایطی که داری که توی انزوا توی مثلا یه گوشه افتادی، کارت، شغلت، شکل زندگیت، همه چی این شکلیه، تو خود به خود حال به شدت بدی داری، تو اصلا دست خودت نیست، حالت بده، شاید حتی خودت دلیلشو ندونی، تو میگه اه من که اصلا طبق این تست و اصلا طبق این شناختی که من از خودم دارم من آدم برونگراییم، بعد نگاه میکنی به زندگی خود میگه اه من که افتادم یه گوشه، شغلم هم مثلا اینجوریه که فلان شرکتی دارم کار میکنم که تنها تو فلان اتاق نشستم صبح تا عصر دارم کارمو انجام میدم، بعد اینجوری اونجوری، بعد نگاه میکنیم خب پس تو حال بدی داری. چرا حال بدی داری؟ چون کارکتر تو کارکتری نیست توی اون موقعیت قرار بگیره. و بقیه صفات آدمی که مثلا ما یه کارکتری داریم میگیم که این کارکتر اجتماعیه، کارکتر کارآفرینه، خب کارکتر کارآفرین نمیتونه توی موقعیتی قرار بگیره که زیر سلطه یک سری آدم باشه، نمیتونه توی موقعیتی قرار بگیره که اونجا یه کارمند جزئی باشه که بره اونجا حقوقشو بگیره بیادش زندگیشو بکنه، اون آدم باید کارآفرینی کنه. حالا وقتی که توی اون موقعیت کارآفرینیش قرار میگیره میبینی حال خوبی داره، میبینی شرایط خوبی داره. ما کارکتر داریم، کارکتر مثلا کاریه، کلن تایپش تایپیه که اصلا این آدم همه چی کار میبینه، اون باید اون کارو بکنه، اون اگر توی شرایط دیگری قرار بگیره خب به هم میریزه. و حالا مجموعی از کارکترهایی که توی تست MBTI هم وجود داره، حتما اگر این تستو نزدی این تستو بزن توی کامنت ها، خوشحال میشم برام بنویسی که چه ویژگی داری و اون چی میگن اون چهار حرفی، اون صفتی که برای MBTIت در میاد بعد از اینکه پرسشنامه رو زدی، حتما برام بنویسش، کامنتش کن و بهم بگو اگر دوست داری، بگو که چه حسی داری نسبت به خودت، نسبت به این چی میگن صفتی که در اومده.
و توی کامنت ها حتما بنویسش، خوشحال میشم و مطمئن باش که میخونم تک تک کامنت ها رو. این پس یه بودشه، بحث خودشناسی است. بود دوم که عقبتر راجع بهش صحبت کردم، بحث اینه که دیگران رو بشناسم. ممکنه با خیلی از آدم ها صحبت کنی، این قضیه رو بگی، مثلا تو این ویدیو رو بفرستی برای شخصی، بعد اون شخص نگاه میکنه میگه خب که چی من آدم ها رو بشناسم، اصلا چه اهمیتی دارن که من بشناسمشون، که چه ویژگی هایی دارن، چه جوری هم. نه، ببین موضوع اینجاست، موضوع اینجاست که تا نوک دماغش رو داره میبینه اون شخص. ببین تو اصلا، ما میگیم هیچ آدمی بد اهمیتی نداره، تو خانواده‌ات که برات اهمیت دارن، همون آدمه رو، حالا منظورم ما تو نوعی خانواده‌ات که برات اهمیت دارن، نمیخوای بدونی برادرت، خواهرت، همسرت، بچت، نمیدونم پدرت، مادرت چه ویژگی‌هایی داره، نمیخوای بدونی که چگونه با پدرت رفتار کنی که حال بهتری داشته باشه، رابطه بهتری باشه با مادرت، با همسرت، با هر کدوم اینا، نمیخوای اینا رو بدونی، پس تو تا نوک دماغت فقط می‌بینی. این میشه اون بحث، این که ما دیگران رو بشناسیم. حالا یه چیزی هم بگم، من نمیگم تو کلن رفتارت و همه چیزت رو تغییر بده به خاطر اینکه مثلا پارتنرت فلان ویژگی ها رو داره، منظور من این نیستش، ولی خیلی چیزها هستش که ما میتونیم بسازیمش توی رابطه. من کلن آدمیم که شاید یه جاهای نقد زیاد میکنم، من میدونم اگر پارتنر من از نقد کردن خوشش نمیاد، میتونم یه خورده کنترلش کنم، میتونم، وقتی میدونم ناراحتش میکنه، وقتی میدونم که پراش عذاب آوره، خب من میام و چیکار میکنم، میام خب یه ذره کمش میکنم. اینا دیگه میشه اون هوش رابطه، اینا میشه اون چیزی که هر کدوم ما اگر بهش توجه کنیم، اینکه اطرافیانمون، اصلا دوستای من 4 تا دوست دارم، این دوستام چه ویژگی هایی دارند، اگر من این موضوع رو بدونم، اگر بدونم خیلی بهتر میتونم جلو برم. من میدونم فلان دوستم ایکس آدمیه که اگر این توی همچین شرایطی مثلا قرار بگیره، حوصله‌اش سر میره و این حوصله سر رفتنش باعث میشه که گوش تلخی کنه، اوقات تلخی کنه. خب من سعی میکنم که تو اون موقعیت قرارش ندم توی ارتباطم باهاش. من میدونم اگر فلان دوستم توی فلان جا قرار بگیره. اینا چیزاییه که ما باید بدونیم. همکارامون، آدمهایی که باشون در ارتباطیم، دوستامون، خانوادهمون، اینا هر کدومشون چه ویژگی هایی دارن، باید بهتر بشناسیمشون و راجبشون تحقیق کنیم، راجبشون یه خورده مطالعه کنیم. اینجا به دردمون میخوره که یه رابطه یه مقدار بهتری داشته باشیم. حالا اگر تو بحث مدیریت و اینها هستی، حالا به هر نحوی، که دیگه خیلی باید به این موضوع توجه بکنی، به این دلیل که بدونی از کی، کجا، چجوری استفاده بکنی. این که یکی از اون ابعاد به شدت مهم بحث مدیریته، که اینو هم متاسفانه هیچ جا نمیگن، همه جا مدیریت رو فقط دیکتاتوری و قلدری میدوننش و فکر میکنن که اینه، در صورتی که یکی از اون ویژگی های به شدت مهم مدیریت و مدیر اینه که بدونه از کی، کجا و چگونه استفاده بکنه. این خودش یه ویژگی به شدت مهمه. چجوری تو میتونی بدونی کجا و چگونه، چطور استفاده کنی از آدم ها؟ اونجاییه که بشناسیشون. برای اینه که ما الان توی اروپا، توی آمریکا نگاه میکنیم، خیلی از شرکت ها، حتی خیلی از کمپانی ها برای استخدامشون این تست MBTI رو میگیرن از آدم ها، چون میدونه یه شخصیت جاه طلب، ما که کارکترهای توی MBTIمون جاه طلبه، جاه طلب یا حالا مدیر یا اون چیز، اونو نمیتونه بذاره مثلا کارمند زیرزمین بایگانی، به طور مثال و حالا شوخی میگمش، نمیتونه این کارو بکنه. میاد تست میگیره، وقتی که میبینه کارکترشون کارکتر جاه طلبه، سعی میکنه اگر موقعیت شد داره جایی ازش تو اون کمپانی استفاده کنه که بهترین بازدهیو داشته باشه. در نتیجه چه اتفاقی میفته؟ اون آدم کارشو درست انجام میده، کارشو به نحو احسن انجام میده، چون جایی قرار گرفته که دقیقاً جاییه که باید باشه، اون کارشو خوب انجام میده. در نتیجه وقتی هر کدوم از اعضا به این شکل کارشون رو خوب انجام میدن، بازدهی اون کمپانی میره بالا و به نفع همون مؤسس و هیئت مدیره و صاحبای اون شرکت هم هستش. این نتیجهش. یعنی ما حتی اگر میگم خودخواه هم باشیم، باید بدونیم دیگران، نه دیگران، نیاز است من یه آدمی تو خیابون میبینم و جلوم رد میشه بدونم MBTIش چیه، اون خب طبیعتاً واسه من و تو اهمیتی نداره که کنارم رد شده اون چیه، ولی آدمهایی که باشون در ارتباطیم باید بدونیم چه ویژگی هایی دارن، باید بدونیم چه صفاتی دارند.
مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودی و ویدیو رو تماشا کردی. اگر ویدیو رو دوست داشتی خوشحال میشم که ویدیوهای دیگه‌مون رو ببینی. اکثر ویدیوهامون تو همین فضا. اگر از این نوع ویدیوها، اگر از این سبک از ویدیوها خوشت میاد، میدونم اونها رو هم میپسندی. اگر به هنر علاقه‌مندی، اگر هنرمندی یا هنر برات اهمیت داره، باز هم این کانال اینجا به دردت میخوره. ما مجموعه از آموزش‌های هنری رو هم داخل کانالمون داریم. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودی. امیدوارم تو این شرایط سخت، تو این حال روزی که هممون داریم، تو این فشاری که به هممون حاکمه، حالت خوب باشه، شاد و سلامت باشی.